جلسه 108 از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم در مورد کانورت آدیو تو کی فریم صحبت کنیم، یعنی یاد بگیریم که چطور میتونیم صدا رو به کی فریم تبدیل کنیم. یه دونه کامپوزیشن میسازیم، اینجا کلیک میکنم، موس رو نگه میدارم، پولیگون انتخاب میکنم و کلیک میکنم، درگ میکنم، اسپیس رو میگیرم که بتونم بیارم بذارمش وسط. این قسمت یه پلی استار داره، باز میکنم، اینجا پلی استار پد داره، اونو هم باز میکنم. پوینتش 3 تاست، من میخوام تبدیلش کنم به 10. حالا شما به هر تعدادی که میخواید میتونید تبدیلش کنید. خب اینو میبندم و از اینجا یه دونه ام پی 3 رو دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم. روی ام پی 3 رایت کلیک میکنم، کی فریم اسیستنت، کانورت اودیو تو کی فریمز، کلیک میکنم. یه لایه برام ساخت که اگر یو روش بزنم میبینیم که لفت چنل داره، رایت چنل داره و بوت چنلز. من چنل لفتش رو دیلیت میکنم، چنل رایتش هم دیلیت میکنم، فقط با بوت چنلش کار دارم. خب بریم سر شیپمون. به طور مثال یه دونه اس میزنم که اسکیل بیاد اینجا، آلتو نگه میدارم، یه کلیک میکنم. الان ببینید کافیه فقط این گوشواره رو بگیرم و به این اسلایدر وصل کنم. الان دقت بفرمایید، اگر من اسپیس بزنم این شروع میکنه با موزیک بزرگ و کوچیک شدن. حالا یه کار دیگه هم میتونم بکنم، اینجا یه به علاوه 100 و 100 هم اضافه میکنم تا اینکه اسکیل رو از 100 شروع کنه و به این صورت نباشه. الان دقت کنید به همون اندازه طبیعیشه، ولی خب با موزیک بزرگ و کوچیک میشه. حالا این از اسکیل. فقط اسکیل نیست، من یه تی میزنم تا اوپاسیتی بیاد. اوپاسیتی آلتو میگیرم، کلیک میکنم و دوباره کلیک میکنم، درگ میکنم، وصل میکنم به این اسلایدر. اینجا هم حالا یک به علاوه 50 مینویسم که 50 تا حداقل اوپاسیتی داشته باشیم. الان دقت کنید ببینید حتی یه مقدارم داره اوپاسیتیش کم و زیاد میشه. به غیر از این مثالای دیگه بزنیم. این شیپ لایر رو ببندم، دوباره بازش کنم، اینجا اد داره، این ادو روش کلیک کنم، یه دونه زیگزاگ بهش بدم، زیگزاگم رو باز کنم، اینجا سایزشو بکنم 0، گزینه بعدش هم میکنم 0. الان روی این سایز آلتو میگیرم، یه کلیک میکنم و الان این گوشواره اینو میارم و به اسلایدر وصل میکنم. حالا دوباره اینو من میتونم حتی بگم زب در 5. دارم مثالای مختلفی میزنم که شما میتونید مقدارتون رو زیاد کنید یا حتی کم کنید. اینو میخوام 5 برابر کنم تغییراتو، یا حتی اگر خواستید کمتر، ولی فقط میخواستم ببینید. ببینید یعنی به این صورت در میاد. دوباره میرم و این ادو میزنم، این دفعه یه دونه تویست میارم، تویستم رو باز میکنم، تویستم هم یه دونه انگل داره، اینم دوباره آلتو میگیرم، یه کلیک روش میکنم، دوباره اینجا یه گوشواره داره، کلیک میکنم، درگ میکنم، باید برم بالا سراغ اسلایدرم و میبندمش به اسلایدر. این اومد، اینو هم مثلا زب در 4 میکنم. الان دقت بفرمایید، پس من تونستم یک سری از مشخصات و یا گزینه ها و یا پراپرتی های لایم رو ببندم به موزیک هم که وقتی موزیک داره نواخته میشه همراه با اون این تغییرات اتفاق بیفته. همه رو دیلیت کردم، یه تصویر دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رهاش میکنم و یه مقدار اینجا بزرگترش میکنم. یه امپیتری هم دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم اینجا. الان امپیتری رو گوش بدید. آموزش افتر افکت جلسه 108
آموزش Convert Audio to Keyframes. به همین سادگی. فقط میخوام یادتون بدم چطور میتونید دهان رو حرکت بدید با این ویس. خب در درجه اول بهتره که این ویستون فقط یک صدا باشه، یعنی ببینید فقط صدای من بود، هیچ آهنگی نداشت، با یه نفر دیگه صدا در هم ادغام نمیشد. اینطوری خیلی بهتر کار میکنه. برای اینکه دوباره بهتر کار کنه یه دونه بیس اند تریبلم میارم و روی ویسم قرار میدم، بیسش رو زیاد میکنم تا 100، تریبلش رو میارم منهای 100. اینجوری صداهای زیر دیگه سبب نمیشن که حرکات اضافه در دهان ایجاد بشن. خب یه کنترل دی روی این لایه میزنم برای اینکه یه لایه دیگه بسازم، یه مقدار بزرگ میکنم که دهانو بهتر ببینم، این ابزار رو انتخاب میکنم لایه انتخاب شده باشه، یه ماسک رسم میکنم، یه نقطه اینجا میدم، یه نقطه اینجا میدم، یه نقطه اینجا میدم، یک اینجا، 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 این هست. الان من اگر این لایه رو خاموش کنم میبینید این تیکه رو شما ماسک کردید. البته ماسک خوبی نیست، شما وقت بذارید و قشنگ لبه هاشو انحنا بدید برای اینکه بهتر بشه، ولی خب میخوام سریع پیش بریم. الان این لایه رو روشن میکنم، یه کار دیگه هم میکنم، اینو باز میکنم، ماسکم رو از اینجا کنترل C میزنم، روی این لایه قرار میگیرم و اینجا کنترل V میزنم تا این ماسک روی پایین هم اعمال بشه، ولی باز میکنم و ماسکشو ادشو میکنم سابترکت که بقیه رو نشون بده. الان اگر بالایی رو خاموش کنم میبینید که این قسمت رو حذف کرد، پس من دو تا لایه دارم، لایه بالام این قسمت، لایه پایینم بقیه یه تصویره. این ابزار رو انتخاب کنم. حالا اگر خواستید میتونید حتی ماسکتون رو از جا باز کنید، اکستنشنش هم مثلا 1 بدید بهش که یه مقداری بهتر بشه. خب قدم بعدی این لایه رایت کلیک میکنیم، کی فریم اسیستنت، کانورت آدیو تو کی فریم اومد، یه دونه یوروش میزنم، لفت چنل رو نمیخوام دیلیت میکنم، رایت چنل رو نمیخوام دیلیت میکنم، موند بوت چنل، این خوبه. میریم سر این یکی، یه پی میزنم، با پوزیشنش کار دارم، یه رایت کلیک میکنم و سپریت میزنم، میخوام جدا بشه ایکس و وای از هم، چون ایکسش که نمیخوام حرکت کنه، میخوام فقط وایش حرکت کنه. اینو هم میبرم دوباره میذارم حالت 25% یا حتی حالت 12.5%، چون الان دیگه کار دقیقی نمیخوام انجام بدم، خب فقط میخوام وای این با توجه به این اسلایدر تغییر کنه. کاری که میکنم آلتو میگیرم، پس روی وایش یک کلیک میکنم، این گوشواره رو میگیرم، اولین کاری که میکنم میام به وای خودش وصل میکنم، چون باید این سر جاش باشه، حالا یه مقداری کم و زیاد شه. حالا اینجا یه دونه به علاوه میزنم که حالا اینو با چی اضافه کن، الان میبرم و وصلش میکنم به اسلایدر. حالا ببینیم چی شد. آموزش افتر افکت جلسه 108، آموزش کانورت آدیو تو کی فریمز. بعد نشد. حالا فقط یه نکته‌ای که هست، من اینجا یه اشتباهی کردم، میخوام برم درستش کنم، این خطه قشنگ مشخصه، پس من میرم توی لایه پایینی بازش میکنم ماسکمو و اینو میکنمش منهای 1. الان فکر کنم بهتر شد. آموزش افتر افکت جلسه 100، آموزش کانورت آدیو تو کی فریمز. بد نشد. حالا فرقی نداره، شما خودتون ببینید کدوم یکی براتون بهتره. البته بگم این 100% طبیعی نیست، یه جوره حالت فان داره، ولی فقط میخوام یاد بگیرید که چطور میتونید ویس رو تبدیل کنید به حرکت دهان. حالا اگر به نظرتون این حرکت کمه، میخواد حرکت بیشتری انجام بده، خب کاری نداره،
کدش رو پیدا میکنیم، این وای بود و اینجا ضرب در دوش میکنیم، میگیم دو برابر بشه حرکت. الان اجرا کنم آموزش افتر افکت. ببینید حرکت بیشتر شد. حالا اگر من اینو ضرب در پنجش کنم، آموزش افتر افکت خیلی بیشتر شد. حالا فقط خواستم بدونید این عدد شما در هر عددی که خواستید میتونید ضرب کنید. به نظر من اگر ضربم نکنیم خیلی مشکلی پیش نمیاد. یه مقدار حرکت میکنه. آموزش افتر افکت جلسه 108. ولی برای اینکه دهان بیشتر باز شه بهتره که ضرب در دوش کنید. آموزش افتر افکت جلسه 108. اگر هم دیدید این خط اذیتتون میکنه، این منهای 1 رو تغییرش بدید، منهای 2ش کنید. نشد، منهای 3ش کنید. اینقدر تغییرش بدید تا ببینید دیگه خط هست شده. البته دقت بفرمایید خیلی مهم نیست، این یه حالت فان داره، پس یه مقدار هم که خط باشه مهم نیست، چون طبیعی که نیست که ما بخوایم به حالت طبیعی تر در بیاریم، ولی میل خودتونه. حالا یا میتونید یکی دو تا زیادش کنید، یا یکی دو تا 3 4 5 تا نهایت کمش کنید تا اینکه به بهترین حالتی که فکر میکنید برسه و چنین چیزی بتونید بسازید. آموزش افتر افکت جلسه 108. آموزش کانورت آودیو تو کی فریمز.